عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان این هفته در سفرش به ایران با مقامات حکومتیان کشور در خصوص موضوعات مختلف از جمله بحث حقابه ایران دیدار و گفتگو کرد این دیدار چندین روز بعد از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیه صورت گرفت که متقی در ترکیه در مورد وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان صحبت کرد اما گمانزنی های وجود داشته است که این مقام های طالبان در این دو کشور با برخی از سران مخالفین خود نیز دیدار کردند امری تا به حال نه حکومت ایران و نه ترکیه آن را تایید یا رد کردند اگرچه عطا محمد نور والی پیشین بلخ در یک پست شبکه اجتماعی ایکس گمانه‌زنی درباره دیدارش با هیئت طالبان را رد کرده و آن را شایعه خوانده است اما این سفرها از دید تحلیلگران از دو منظر دیده می شود. نخواست این دیدارها بخشی از کمپین بزرگتر طالبان برای کسب مشروعیت بین و به ویژه مشروعیت منطقی از کشورهای مثل ایران و ترکیه است. و دوم تلاش ایران و ترکیه به داشتن روابطی مداراگونه با طالبان است. به نحوی که منافع ملی آنها را در منطقه در تعامل با طالبان حفظ کند. this point in بنابراین در حال حاضر برای افغانستان برقراری روابط عادی مهم است اما توان این کار را ندارد زیرا طالبان در مذاکرات چیزی برای ارائه ندارند و فقط به دنبال دریافت امتیاز هستند و با موقف گیری که این گروه دارد که میگویند مبتنی بر اصولشان است رسیدن به یک توافق سخت است از همین جهت دیده شود که سفر ملا برادر به ایران که از شخصیت های رهبری این گروه و در سطح بین المللی شناخته شده است چه نتایج در پای خواهد داشت آصف مبلغ تلگر سیاسی مقیم ترکیه میگوید که حکومت طالبان با آزمون های متعددی مواجه است که از بحران مشروعیت گرفته تا مشکلات اقتصادی که همه باعث شده که این گروه محتاج به مراوده خوب مخصوصا با کشورهای منطقه شود. تلاش منطقه و خصوص کشورهای مثل ایران و ترکیه این هست که به شکل از وجود آمدن یک نزاع تمام عیار در پاکستان جلوگیری شود و اگر کارتهای محسر را برای تحت تاثیر قرار دادن طالبان از یک طرف و تشویق مخالفان طالبان برای ایجاد یک حکومت قابل قبول در هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین المللی بتانه استفاده بکنه از آن کارت ها و از آن به تاثیر تحصیل های خودشان استفاده بکنه. و گفته آقای وینبام در این مقطع زمانی ایران با منافع اقتصادی در افغانستان و میزبانی پناهندگان افغان و همکاری با افغانستان تحت حاکمیت طالبان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر برقراری روابط خوب با طالبان را ترجیح میدهد ترکیه و ایران میخواهند شاهد تغییرات در میان طالبان باشند به نحوی که طالبان در این مقطع زمانی با بزرگترین موفقیت حکومت کنند اکنون هیچ یک از دو کشور ترکیه و ایران قصد همکاری اقتصادی با طالبان را ندارند بنابراین در این نو ها طالبان به دنبال روابط با شمار از کشور هاست نه تنها با این دو کشور هیچ کشوری علاقمند نیست که گام اول را برای برسمیت شناختن بردارد اگرچه که ایران و ترکیه سفرای خود را بدون عنوان کردن سفیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارند به هر حال تحلیلگران سیاسی بر این باورند که ترکیه و ایران هر دو به دنبال ثبات در منطقه و دوری جستن از تبدیل شدن افغانستان به یک محل نزاع می باشد اما هیچ کشوری به شمول ترکیه و ایران در این مقطع زمانی درباره به شناختن طالبان فکر نمی کنند چه رسد به اینکه اولین کشور باشند محمد احمدی تلویزیون آشناس در امریکا واشنگتن